پدرم رو بعد از اومدن من به ارتش آزادی بخش، وقتی که به مجاهدین پیوستم دستگیر کرده به یک هفته، فقط به خاطر اینکه من به مجاهدین پیوستم منو پدرم رو زندانی کرد. رژیم دیگه روزای آخرش به سرنگونی داره نزدیک میشه، با تلاش تقلاهای اینجوری میخواد چیکار کنه؟ میخواد ما رو بکشونه به خارج اشرف و دست به اون طرح و توطئه کثیفی که داره. ای مسافر جاده ها تشنه لمس قدماتن، کهکشونی از ستاره توی این سفر با هاتن. ای مسافر جاده ها تشنه لمس قدماتن، کهکشونی از ستاره توی این سفر با هاتن. حماسه بزرگ تو رشک همه حماسه ها، اسم تو حد شد تا ابد تو دفتر سینه ما. ای که فدای بیکران، برای تو یه عادت بین تو و خاک اسیر یه عشق بی نهایت. ای مسافر جاده ها تشنه لمس قدماتن، کهکشونی از ستاره توی این سفر با هاتن. حس حضور تو هنوز رو سر این دقایق، پیرهن گلگون تنت بیرق نسل عاشق، تو فصل سرد عاطفه تو این جهان سوت و کور، برق نگاه تو میشه زامن بیداری نور. هاولات یعنی خوشویست، یلی قهرمانی کردستان سلاوتن لبید. هاودنگ لگل مجاهدینی شاری اشرف. به اینجا رسونده و رژیم خمینی و ولایت فقیه و به این نقطه روسیایی و زبونی کشونده، این خون مجاهدینه که در سالیان سال ریخته شده بر این زمین، چه اونایی که مردم در جریانش قرار گرفتن و چه اونایی که در جریانش قرار نگرفتن، و مردم قهرمان و پاخواسته مردم ایران بدونن که ما این مسیر رو تا هر جا که لازم باشه، هر میزان که باها بخواد، هر میزان که خون بخواد و هر میزان که فداکاری بخواد، حاضرین پرداخت کنیم و یک مو و یک قدم از خواسته ها و از حقوق مردم ایران کوتاه نخواهیم آمد. ما
مالکی و خامنه‌ای و احمدی نژاد بدونن که تیر و تبر و چما و کلاش و نمیدونن هر از این گونه سلاح‌ها هیچ تأثیری نداره، چنانچه در شهرهای ایران در تهران نیست چما و چوباخ و تبر و این چیزا هیچ تأثیری در قیام مردم نداشت و من به پیروزی و سرنگونی رژیم خمینی یقین دارم و هیچ شکی در این نیست. پیروزی از آن مردم ایران.